فضاهای عجیب و ناشناخته. موجوداتی متنوع. نوزده گونه پرنده بومی و 76 گونه پرنده مهاجر. کوهستان‌هایی که پستی بلندی‌های زیر دریا را تداعی می‌کنند. منابع محدود آب شیرین در چاه‌ها، در دل کوه. ساحلی با صخره‌هایی که گویی لحظاتی پیش از آب درآمدند. تلاش زندگی بین خشکی و دریا و پیوند زندگی بین این دو. پرندگان کوچک و بزرگ. اینجا قشم است، جزیره‌ای در خلیج فارس، در حساس ترین مناطق مرزی ایران، در تنگه هرمز. جزیره قشم پینک با کمک سازمان منطقه آزاد قشم از گذشته‌های دور به جهان امروز قدم می‌گذارد. من امروز از بزرگترین جزیره خلیج فارس، از جزیره قشم در تنگه هرمز با شما صحبت می‌کنم. جزیره‌ای با 1500 کیلومتر مربع وسعت، ولی وسعت آن تنها برای ما مهم نیست، تنوع زیست محیطی آن بسیار مهم است. به این تنوع زیست محیطی مردی پرداخته است که سالهای سال عمر خود را وقف شناسایی محیط زیست ایران کرده است. او با کمک گرفتن از مردم پروژه هایی را خلق کرده است که اینک ما همراه با او به گوشه گوشه جزیره قشم سر می زنیم. این شما و این هم جزیره قشم. یک مرد که به خدمت قشم و سازمان منطقه آزاد درآمده، مدت 3 سال است که به گوشه گوشه این جزیره سر می کشد و طبیعت و گونه های مختلف گیاهی و جانوری جزیره را مطالعه می کند. وی با خود یک تجربه 45 ساله درباره محیط زیست ایران را به این منطقه آورده است. او در بازدیدی از جزیره به اینجا دل باخت و اینک خود یک قشمیه به تمام معناست. با خاک و پستی و بلندی های جزیره مأنوس است و از هر لحظه زندگی خود در این مکان شگفت‌انگیز لذتی عمیق می‌برد. جزیره در دل خود غارهای نمکی و کوههای وهم‌انگیز و زیبایی را جای داده است. به طور کلی جزیره از آبرفت‌های دوران چهارم زمین شناسی تشکیل یافته و کوههای تپه‌سان آهکی و نمکی در جزیره همه جا به چشم می‌آید. جزیره فصل گرم و معتدل دارد. گرمای آن بین 7 تا 50 درجه سانتیگراد بر حسب فصل تغییر می‌کند. بارندگیش در یک سال نمونه 400 میلیمتر است. تنوع پرندگان و گونه های جانوری هررا این مرد را فریفته خود ساخته است. هررا گیاهیست همیشه سبز که در مناطق باتلاقی جزیره و بیشتر در کناره شمال باختری جزیره در بیش از 12,000 هکتار زندگی می کند که با جزر و مد آب در آب قوطه می خورد و خارج می شود.
بیژن درشوری این کارشناس علاقمند به محیط زیست نه تنها با گیاهان و جانوران جزیره بلکه با جزیره نشینان چنان نزدیک است که همه او را عضو خانواده خود می دانند و او از این امتیاز برای حفظ محیط زیست جزیره بهره می برد. پرندگان آنقدر رفیق شدند که حضور ما سبب ترس آنها نیست. او را در جزیره بسیار کوچک در میان باتلاق ها به دام می اندازیم و چند کلمه درباره خودش که معمولا نمی گوید به ما می گوید. موقعی که من از دانشگاه اومدم بیرون، دانشگاه شیراز، کار خیلی زیاد بود. جاهای مختلف، سازماندهی پزشکی، وزارت کشاورزی، سازمان عمران جیرفت، نمیدونم چی. ولی من اومدم محیط زیست. وقت چی شد اومدی قش؟ بلاخره از سازمان محیط زیست، نه اینکه از کار محیط زیست، از ساختمانه که از سازمانش جدا شده، ولی کار محیط زیستی رو ادامه دادم. بعد اینجا هم کار محیط زیستی داشت منطقه آزاد قشم، اومدم برای منطقه آزاد قشم کار میکنم و هر راه یکی از شگفت‌انگیزترین زیستگاه های کشوری. محیط زیست ایران برای او از دفتری در خیابان‌های شمالی شهر تهران به واقعیت زندگی در قشم بدل شده. جانوران خصوصاً لاک‌پشت‌های منطقه دوستان نزدیک او هستند که ساعت‌ها از وقت روزانه او را می‌گیرند. او 3 سال است که به این کار مشغول است. او عاشق است. در راه ادامه حیات این جانوران از عمر خود مایه گذاشته. لاک پشت سبز هم می داند که او با برداشتن مزاحمین از روی لاکش قصدی جز دوستی ندارد. حتی کرم کوچک در مقابل دوربینش ژست می گیرد. این مرد برخلاف بسیاری از مردمان برای محیط زیستش خطری محسوب نمی شود. سابقا شکارچی بوده و اینک در دستش به جای اسلحه دوربین است و به قول خودش این معنای زندگی است. رفتار قشنگی هم داره الان. پس از طی روزی در جنگل‌های حرا همراه با باد و طوفان به سوی دهکده شیب دراز در جنوب جزیره رفتیم و امروز ما گیر باد بسیار خطرناکی افتادیم که باران به دنبال ندارد. غروب فرا می‌رسد. دریا طوفانی است. این جوان شیب درازی در این شب طوفانی به دنبال گم شده است. گروه ما همراه با بیژن درشوری به انتظار می ماند تا گم شده ما از دریا برسد. ساعتها در انتظار می گذرد. درشوری به ما می گوید که انتظار دارد مثل هر شب بهاری دوستانش در تاریکی شب از دریا به ساحل بیایند. اما گویا شرایط جوی امشب دوستان را از ملاقات با ما باز می دارد. شب در نهایت بی صبری و انتظار سپری می شود و دوستان به دلیلی که برای خودشان معلوم است و برای ما نامعلوم با بیژن درشوری بدقولی کردند. او ضمناً برای دوستانش نگران است. چرا آنها نمی آیند؟ حاصل یک شب تنها انتظار بود. روز بعد برای جبران بدقولی هم که شده درشوری ما را به دهکده‌ای تمیز و پاکسازی شده می‌برد. اینجا برکه خلف است. دهکده‌ای که مردمش در همکاری با سازمان منطقه آزاد به نظافت محیط زیست روستایی خود پرداخته و دیگر اثری از پلاستیک‌ها و مواد زائد جامد که این روزها در دهکده‌های مصرف زده فراوان است به چشم نمی‌خورد. بزرگان ده نه تنها با کمک کارشناسان به نظافت و پاکسازی محیط خود پرداختند، بلکه در طرح‌های نظیر باروری صدف و تولید مروارید به طریق جدید نیز دست زدند که خود منبع درآمدی برای آنهاست. چه چیزی درشوری را در اینجا نگه داشته؟ انسان‌ها و موجودات دوست داشتنی که در کنار یکدیگر با صلح زندگی می‌کنند و این موجود که به اصطلاح محلی اژدهای هنگام خوانده می‌شود، چهره دوست داشتنی دارد. حتی تصویربردار ما آقای مقدم را شیفته خود می‌کند. اگر اژدها این یورومستیک اجیپتیکوس دوست داشتنی است، پس ما آرزو داریم که از اژدها و دیو و دد باشیم و از انسان مخرب محیط زیست ملول.
پس از ملاقات با اژدهای عزیز، بار دیگر در پایان روز به دهکده شیب دراز که شب گذشته در آنجا در انتظار به خواب رفته بودیم باز می‌گردیم. گم شده ما لاک پشت عقابی است که گونه‌ای در حال انقراض است. نگهبانان ما روز و شب مراقب تخم‌های قبلا گذاشته شده این لاک پشتان هستند که از تعرض مصون بمانند. مقر پاستگاه لاک پشت ها از آب تصفیه شده و توالت بهداشتی و چای بسیار خوش طعم برخوردار است. اینجا نه تنها یک نگهبانی مردمی زیست محیطی است، بلکه محلی برای ملاقات‌های محلی و بین المللی شده. اینان تا چندی پیش خود از نیمرو کنندگان تخم‌های لاک‌پشت‌های در حال انقراض نوک‌عقابی بودند و اینک از دوستداران خود لاک‌پشت و تخم او. سری به محل تخم‌های حفاظت شده می‌زنیم. این محل با حصارها تخم‌ها را از دسترس شکارچیان طبیعی و غیر طبیعی حفظ می‌کند. شب گذشته که گمشدگان ما نیامدند، ببینیم اوضاع امشب از چه قرار است. هر شماره معید یک لاک پشت ماده با حدود 100 تخمی است که هر بار به جای می‌گذارد. گروهی از علاقمندان محیط زیست به خرج خود برای مطالعه پرندگان قش و همچنین بازدید از پروژه آمدند. اینان از سوئد آمدند. در شوری با علاقه زیاد درباره پروژه توضیح می‌دهد. همه در انتظاریم و امیدوار. امشب ضمن یک گردش علمی همه منتظریم که دوستان ما از دریا بیاین. حرکت ناگهانی یک روباه شکارچی کوچک به ما میگوید که در ساحل اتفاقی افتاده است. فوراً همه به سویی که نگهبانان اطلاع دادند میدویم. در شوری ما را به آرامش میخواند که مهمانان نرنجند. ناگهان مهمان را در میان ماسه ها در حال کندن گودال میابیم. اینها معمولاً گودالی به عمق نیم متر میکنند و در حالتی شبیه به حالت خلسه حدود 100 تخم در گودال میگذارند. دوستان لاک پشت ما این ساحل را به دلیل ویژگی ماسه‌ایش محل مناسبی برای تخم گذاری یافتند. توپ ها ببخشید تخم ها به اندازه توپ پینگ پنگ هستند. به هر حال زایمان و تولید رنج و درد دارند. لحظه است پر هیجان. پس از پر کردن گودال، لاک پشت شماره گذاری شده وزن می شود. حدود 40 کیلو. تخم ها برای انتقال به محل حفاظت شده جمع آوری می شوند. همه چیز به وسیله اهالی روستا ثبت و ضبط می شود. و لاک پشت دیگر امشب را با شلوغی که ما در ساحل راه انداخته ایم شب مناسبی برای تخم گذاری نمییابد و به دریا برمیگردد. مادر که رفته است و دیگر کاری با نوزادان ندارد. و بالاخره یک شب در گرمای انتهای بهار خبر می رسد که جلودار بچه ها و سپس بچه های دیگر مثل مور و ملخ از تخم و خاک سر بر می آورند.
در شوری به کودکان انسانها و اهالی آموزش میدهد که این بچه لاک پشتها را بیشتر دوست بدارند. او از آنان میخواهد که اجازه بدهند که لاک پشتها پس از بازگشت به دریا 30 سال بعد بار دیگر به این محل بیایند. آنان پس از بلوغ برای تخم گذاری باز به همین محل مراجعه میکنند. معلوم نیست که در این 30 سال این بچه های امروزی و بالغ های بعد تا کجاها در دور دست ها می روند. ولی عجیب این است که این بچه لاک پشت ها می دانند که نهایتاً دوباره باید به همین ساحل برگردند. زایش زندگی مایه خوشحالی هم است. حتی لاک پشت سبز با اینکه گونه‌ای در حال انقراض نیست، از نجات هم لاکان خود خوشحال است. یک پروژه محیط زیستی به دست مردم و با هدایت یک کارشناس علاقمند اینجا در حال اجراست. اینجا قشم است، جایی که امسال بیش از 20,000 تخم لاک پشت به جای نیمرو شدن به صورت بچه لاک پشت به دریا برگشت تا سال بعد چه شود.